همه فوتبالیای دنیا دوست دارن که بازی مهم و جذاب رو ببینن و از همه اتفاقاتش با خبر باشه، از گلاش، از درگیریاش، از همه بحثایی که توش اتفاق میفته. اما خب خیلیاشون به خاطر زمان کاریشون، مشغله‌ها، کارهای مختلف و خیلی دلایل دیگه نمیتونن این کار انجام بدن. از شما اگر دوست دارین که خلاصه ویدیوهای بازی‌های جذاب لیگ‌های اروپایی رو ببینید و هیچ اتفاقی ازش رو از دست ندید، این ویدیو رو اصلا از دست ندید. پریمیر لیگ، منچستر یونایتد منچستر سیتی با نتیجه 3-0 به نفع منچستر سیتی به پایان رسید. منچستر یونایتد با سیستم 4-2-3-1 وارد بازی شد. اونا درون دروازه هری مگوایر، جان ایونز، دالوت، لیندلو، آمروبات، کریستنسن، فرناندز، مکتامینای، رشفورد و هویلند. منچستر سیتی با سیستم 4-2-3-1 وارد بازی شد. ادرسون درون دروازه، روبن دیاز، جان استونز، ایشکو گواردو، کایل واکر، رودری، برنارد سیلوا، خولیان آلوارز، جک گریلیش و فیل فودن و ارلینگ هالند. در دقیقه 26 ارلینگ هالند از روی نقطه پنالتی بازی 1-0 به نفع منچستر سیتی میکنه. در دقیقه 49 ارلینگ هالند روی پاس گل برنارد سیلوا بازی رو 2-0 میکنه و در دقیقه 80 فیل فودن گل آخر رو به منچستر یونایتد میزنه و روی پاس گل ارلینگ هالند گل سوم منچستر سیتی رو به ثمر میرسونه. مالکیت توپ 61-39 منچستر سیتی، کارت زرد 4-1 منچستر یونایتد، کارت قرمز 0 موقعیت گل 20-7 منچستر سیتی، کورنر 12-7 منچستر سیتی، خطا 6-9 منچستر یونایتد، ضربه آزاد 13-6 منچستر سیتی، آفساید 4-0 منچستر یونایتد، شوت در چارچوب 10-3 منچستر سیتی و مهاجم توپ توسط دروازه‌بان 7-3 منچستر یونایتد. لالیگای اسپانیا، لالیگای اسپانیا در زمان ضبط این ویدیو هنوز بازی هفته 12 برگزار نشده و همه بازی برگزار شده مربوط به هفته 11 که در اپیزود قبلی اینها رو همه رو کامل پوشش دادیم و برای بازی بارسلونا و رئال مادرید یک ویدیو کامل درباره تمامی حواشی خلاصه بازی و اتفاقات بعد و قبل بازی و درگیری وینیسیوس جونیور و ژاوی هرناندز سرمربی بارسلونا با هم دیگه در لینکش این بالا میاد، میتونید کلیک کنید و ببینید. بوندسلیگای آلمان، دورتموند و اینتراخت فرانکفورت با نتیجه 3-3 مساوی به پایان رسید. اینتراخت فرانکفورت با سیستم 3-4-2-1 وارد بازی شد. ترف درون دروازه، پاچو، کوپ، توتا، ماکس، لارسون، سخیری، بورتا، کنا، شیپی و مارموش. در طرف لیگ دورتموند هم با سیستم 4-2-3-1 وارد بازی شد. کوبل درون دروازه، هومز، اشتوپر، انسایبی، ویل، ساینزبرگ، اورکان، رینا، رویس، مالن و فولبرگ. در دقیقه 8 عمر مارموش روی نقطه پنالتی گل اول رو برای اینتراخت فرانکفورت به ثمر میرسونه. در دقیقه 24 عمر مارموش گل دوم رو برای اینتراخت فرانکفورت به ثمر میرسونه. در دقیقه 45 و در وقت اضافه سایزنبرگ یکی از گل‌ها رو جبران میکنه و بازی 2-1 میکنه. در دقیقه 54 موکوکو گل دوم رو برای دورتموند به ثمر میرسونه و در دقیقه 68 پارس چیبی روی پاس گل سخیری گل سوم رو برای اینتراخت فرانکفورت به ثمر میرسونه و در دقیقه 82 یوریان برانت روی پاس گل کریم آدیمی گل سوم رو به ثمر میرسونه و بازی با همین نتیجه به پایان میرسه. مالکیت تو 59-41 دورتموند، کارت زرد 3-2 فرانکفورت، کارت قرمز 0 موقعیت گل 14-11 دورتموند، کورنر 4-0 دورتموند، حتی 11-10 فرانکفورت، ضربه آزاد 13-12 دورتموند، آفساید 4-4 مساوی، شوت در چارچوب 7-4 فرانکفورت و مهار توپ توسط دروازه‌بان 4-1 دورتموند. سری آ ایتالیا، ناپولی آسه میلان با نتیجه 2-2 مساوی به پایان رسید. ناپولی با سیستم 4-3-3 وارد بازی شد. مرتز درون دروازه، رحمانی، دی لورنز، ناتان، روی، زلسکی، لوبوتکا، الماس، راسپادولی، پولینینا و خویچا فورس قشیا. آسه میلان هم با سیستم 4-3-3 وارد بازی شد. مایک مینان درون دروازه، کالولو، توموری، تو هرناندز، کالابریا، یونس موسا، رونوویچ، ریندرز، ژیرو، لیاو و کریستیان پولیسیچ. در دقیقه 22 اولیویه ژیرو روی پاس گل کریستیان پولیسیچ گل اول رو برای میلان به ثمر میرسونه و در دقیقه 31 اولیویه ژیرو روی پاس گل داوید کالابریا گل دوم رو برای میلان به ثمر میرسونه. در دقیقه 50 پولیتانو روی پاس گل جیووانی دی لورنزه گل اول رو برای ناپولی به ثمر میرسونه. در دقیقه 63 راسپادوری گل دوم ناپولی هم به ثمر میرسونه و بازی با نتیجه 2-2 مساوی به پایان میرسه.
اما در دقیقه 89 ناتان از تیم ناپولی با گرفتن کارت زرد دوم اخراج میشه و ناپولی دقایق آخر بازی رو 10 نفره بازی میکنه. مالکیت تو 53-47 آس میلان کارت زرد 4-3 ناپولی کارت قرمز 1-0 ناپولی موقعیت گل 19-16 آس میلان کورنر 6-4 ناپولی خطا 12-9 ناپولی ضربه آزاد 12-9 آس میلان آفساید 0 شوت در چارچوب 6-3 میلان و مهار توپ توسط دروازه‌بان 4-1 ناپولی. دو شامپیون فرانسه پاریس سن ژرمن پرس با نتیجه 3-2 به نفع پاریس سن ژرمن. پرس با سیستم 4-3 وارد بازی شد. بیوس درون دروازه پراسیر، چاردون، لالا، لوکو، مکنی، ملو، کامارا، واتندو، مولینیو، کاسدوله. پاریس سن ژرمن هم با سیستم 4-3 وارد بازی شد. جان لوئیجی دوناروما درون دروازه، اشکرینیار، هرناندز، پریرا، اشرف حکیمی، امری، لیگاین این، رویز، راموس، بارکولا و کلیان امباپه. در دقیقه 16 امری روی پاس گل بارکولا گل اول رو برای پاریس سن ژرمن به ثمر رسونه. در دقیقه 28 امباپه روی پاس گل لیگاین این گل دوم رو برای پاریس سن ژرمن به ثمر رسونه. در دقیقه 43 استیو مونیه روی پاس گل لالا یک گل رو برای ورس به ثمر رسونه. در دقیقه 52 جرم لودارون روی پاس گل رومان کاستلیو یک گل دیگر رو برای برس به ثمر میرسونه و در دقیقه 89 کلیان امباپه یک گل دیگر برای پاریس سن ژرمن به ثمر میرسونه و بازی رو 3-2 میکنه. در دقیقه 89 یک پنالتی برای پاریس سن ژرمن به ثمر میاد که کلیان امباپه نمیتونه رو تبدیل به گل کنه و در نهایت بازی با همین نتیجه 3-2 به پایان میرسه. مالکیت تو 57-43 پاریس سن ژرمن کارت زرد 4-3 پاریس سن ژرمن کارت قرمز 0 موقعیت گل 19-17 پرس کورنر 9-5 پرس حتی 14-10 پرس ضربه آزاد 13-12 پاریس سن ژرمن آفساید 2-3 پاریس سن ژرمن شوت در چارچوب 10-5 پاریس سن ژرمن و مهار توپ توسط دروازه‌بان 7-3 پرس. بازی های مهم و جذاب لیگ های معتبر اروپایی توی این هفته به پایان رسید. در لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا هم بازی در این هفته برگزار نشد، دقیقا مثل لالیگا اسپانیا. حالا شما به من توی کامنت نظرتون رو درباره این سری ویدیوهای جون فوتبال بهم بگید. اگر نظری دارید که میتونه به بهبود کیفیت ویدیوها کمک کنه حتما بهم بگید. اگر دوست دارید که لیگی رو اضافه کنم یا کلا لیگی رو حذف کنم حتما بگید. کلا نظر انتقاد پیشنهادات همه رو توی کامنت بگید. خیلی مخلصم. مرسی که تا انتها تماشا کردین. دمتون خیلی گرمه. لایک، کامنت، سابسکرایب کانال تو فراموش نشه. خیلی من دلگرم میکنه به کارم. اگر دوست داشتین واسه دوستاتونم بفرستین. پرچمتون خیلی بالاست. تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار.